سید جعفر جوادزاده مشهور به پیشوری در سال 1272 شمسی در روستای سید لرزیوسی از توابع خلخال متولد شد و در 10-12 سالگی به همراه خانواده‌اش به قفقاز رفت. پیشوری پس از انقلاب روسیه فعالیت مطبوعاتی خود را با مقاله نویسی در نشریه آچیخسوز ارگان حزب مساوات آغاز کرد و سپس با روزنامه آذربایجان ارگان حزب دموکرات ایران شعبه باکو همکاری کرد. در پی حوادث اسفند 1296 و افزایش فعالیت‌های سوسیالیستی بین کارگران باکو به حزب عدالت پیوست و در نشریاتی همچون حریت و دیگر نشریات چاپ باکو به فعالیت روزنامه‌نگاری ادامه داد. او در اواسط سال 1298 در خلال کنفرانس عمومی حزب عدالت به عضویت کمیته مرکزی آن درآمد. پس از سلطه بلشویک‌ها بر جمهوری آذربایجان و اشغال انزلی توسط شوروی در اواخر اردیبهشت 1299 در گیلان و همراه دیگر اعضای حزب عدالت فعالیت سیاسی گسترده‌ای را شروع کردند. او پس از یک کودتا وزیر امور خارجه جمهوری گیلان شد و پس از شکست نهضت جنگل ایران را ترک کرد. با تفاهم ایران و شوروی و وجود امکان برای فعالیت‌های علنی، او به هیئت تحریریه روزنامه حقیقت ارگان اتحادیه عمومی کارگران ایران پیوست. در پی تشکیل دومین کنگره حزب کمونیست ایران و برای سازماندهی مجدد فعالیت‌های صنفی و سیاسی به ایران برگشت و دبیر کمیته مرکزی و مسئول تشکیلات حزب کمونیست ایران در تهران شد. در سال 1309 به همراه دیگر اعضای شبکه کمونیستی دستگیر و محاکمه شد و به اتهام قبول فرقه اشتراکی و تبلیغ آن به 10 سال حبس محکوم گردید و در سال 1319 به کاشان تبعید شد. 20 روز بعد از شهریور 1320 و خروج رضا شاه از ایران، او خود را به تهران رساند. پیشوری در انتخابات دوره 14 مجلس شورای ملی به عنوان نماینده اول تبریز انتخاب شد، ولی در 23 تیر ماه 1323 اعتبارنامه وی علارغم حمایت دکتر مصدق از وی به علت مخالفت نمایندگان محافظه‌کار به رهبری سید ضیاءالدین طباطبایی و مخالفت بعضی از نمایندگان حزب توده تصویب نشد. پیشوری در سال 1324 به تبریز رفت و با تنی چند از دیگر فعالان سیاسی آذربایجان فرقه دموکرات آذربایجان را به منظور ادامه روند آزادی خواهانه و عدالت خواهانه انقلاب مشروطه و قیام شیخ محمد خیابانی مجدداً احیا و با انتشار بیانیه 12 شهریور فعالیت مجدد فرقه را اعلام نمود. مهمترین اهداف فرقه که در آن بیانیه آمده بود چنین است: کسب خودمختاری داخلی آذربایجان توأم با حفظ استقلال ایران، احیای انجمنهای ایالتی و ولایتی در سراسر ایران، تدریس زبان ترکی تا کلاس سوم در مدارس آذربایجان و بعد از آن تدریس توأم زبان فارسی و ترکی، توسعه صنایع و کارخانه ها و آبادانی شهرهای آذربایجان برای رفع بیکاری و عدم مهاجرت آذربایجانی ها، توسعه صنایع و کارخانه ها و آبادانی شهرهای آذربایجان برای رفع بیکاری و عدم مهاجرت آذربایجانی ها، بهبود وضع دهقانان و تعیین حدود مشخص بین اربابان و دهقانان، مصرف بیش از نصف مالیات های آذربایجان برای آبادانی خود آذربایجان. اندکی پس از بیانیه فرقه، انجمن آذربایجان به رهبری شبستری در 14 شهریور و اتحادیه کارگری استان آذربایجان به رهبری محمد بیریا در 16 شهریور به فرقه پیوستند. از 19 الی 29 آبان از طرف فرقه در شهرهای مختلف آذربایجان راهپیمایی‌های ترتیب داده شد که عمده‌ترین درخواست‌های راهپیمایان تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. در 29 آبان ماه کنگره بزرگ فرقه دموکرات در سالن شیر و خورشید تبریز با شرکت 724 نفر از نمایندگان توسط حاج عظیم خان برادر ستارخان افتتاح گردید. در روز پایانی کنگره عملاً به مجلس مؤسسان برای تشکیل حکومت ملی تبدیل شد و یک هیئت مرکب از 39 نفر را به ریاست علی شبستری تعیین کرد. مجلس مؤسسان پس از تصویب مطالبات خود آن را به عنوان اعلامیه به محمد رضا شاه و مجلس شورای ملی مخابره کرد.
به دنبال آن در 14 آذر 1324 انتخابات مجلس ملی آذربایجان شروع شد و رأی گیری به مدت 5 روز ادامه داشت و 80 نماینده مجلس ملی آذربایجان انتخاب شدند و مراسم تنفیذ نمایندگان مجلس آذربایجان به صورت نمادین توسط معصومه دختر ستارخان صورت پذیرفت. پس از تشکیل مجلس ملی در تاریخ 21 آذر 1324 حکومت خودمختار آذربایجان شروع به فعالیت نمود. این اقدام با تصرف پادگان‌ها و واحدهای نظامی توسط اعضای فرقه دموکرات موسوم به فدائیلر در تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل و دیگر شهرهای آذربایجان همراه بود. در مورد علل تأسیس فرقه دموکرات عواملی ذکر شده است که برخی از آن عوامل عبارتند از وجود روح خودمختاری در طول تاریخ آذربایجان، علل خصوص که انقلاب مشروطه نیز با به تصویب رساندن قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی به آن جنبه قانونی داده بود. تبعیض‌ها و تخبیرهای حکومت پهلوی اول، سیاست تبعیض‌آمیز دولت مرکزی نسبت به آذربایجان و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در آذربایجان. به عنوان مثال، بودجه‌ای که برای تهران در نظر گرفته شده بود 20 برابر مبلغ تعیین شده برای آذربایجان بود، در حالی که در آن زمان جمعیت آذربایجان 3 برابر جمعیت تهران بود. اقدامات ارتجاعی دولت مرکزی در سرکوب احزاب و سازمان‌های دموکراتیک و تجهیز و تحریک عشایر و روحانیون برای ضربه زدن به نهادها و سازمان‌های جنبش چپ در ایران. تأکید فرقه دموکرات بر خودمختاری آذربایجان، پشتیبانی از هویت ترکی مردم آن و دفاع از تدریس به زبان مادری در مدارس بازتاب وسیعی در تهران یافت و افرادی مانند کسروی، محمود افشار، عباس اقبال و عبدالرحمن فرامرزی در نوشته‌های خود به دفاع از هویت ایرانی و ایرانی بودن آذربایجانیان برخاستند و عباس اقبال گفت چه کسی آثار جهانگیر فردوسی، مولوی و حافظ را با وراجی مهجور و نابهنجار غارتگران ترک عوض می‌کند. سید ضیا نیز در روزنامه اراده ملی نوشت فارسی باید همچنان زبان درسی در تمام مدارس دولتی باشد، زیرا ترکی صرفاً یادگار شومی است از مغولان وحشی که به ایران هجوم آوردند. در طی یک سالی که فرقه در قدرت بود، تحولات عمیقی در زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اهالی آذربایجان به وجود آمد. اقدامات جدی فرقه در مورد آزادی زنان، تأسیس دانشگاه، تقسیم بلاعوض زمین‌های خالصه و دهات اربابان فراری بین دهقانان، تأسیس پرورشگاه برای کودکان بی سرپرست، تأسیس مدارس و تدریس به زبان ترکی، مبارزه با بی سوادی، حق به رأی برای زنان، راه اندازی شبکه رادیویی، تأسیس درمانگاه‌ها، ایجاد کارخانه‌ها، آبادسازی شهر، لوله‌کشی آب، آسفالت کردن خیابان‌ها و غیره، سیمای تبریز ویران و عقب مانده را تغییر داد. فرقه همچنین یک قانون جامع کار تصویب کرد و مالیات مواد غذایی و کالاهای ضروری را به مالیات بر درآمد سودهای تجاری حاصل از کالاهای لوکس تبدیل کرد. حجم خدمات ارائه شده توسط فرقه دموکرات آنچنان گسترده بود که حتی مخالفان فرقه هم پذیرفتند که خدمات ارائه شده در آن یک سال بسیار بیشتر از کل خدمات دوران 20 ساله رضاخان بوده است. آذربایجان دقیقاً کجاست و مرزهای این حکومت خودمختار به چه مناطقی محدود می شود؟ این پرسشی بود که توافق نظری در پاسخ به آن وجود نداشت. پیشوری به همراه دیگر سران فرقه از جمله علی شبستری، صادق پادگان، محمد بیریا و سلام الله جاوید در 26 دی ماه سال 1324 نقشه‌ای تهیه نموده و مرزهای این حکومت را تعیین نمودند. اما در این حال در سندی که در این زمینه تهیه شد آمده بود که در این نقشه قسمتی از اراضی آنچه کردستان شمالی خوانده شده نیز قرار گرفته و مرزهای نهایی پس از حل مسئله تشکیل حکومت در کردستان شمالی تعیین خواهند شد. 8 روز بعد از امضای این سند در همان مناطقی که در سند 26 دی ماه کردستان شمالی خوانده شده بود توسط قاضی محمد اعلام جمهوری گردید. به منظور تعیین مرزهای دو حکومت به دعوت پیشوری قاضی محمد به همراه جمعی از یارانش مسلح به تبریز می روند تا درباره اراضی تحت حاکمیت مذاکره و مرزهای بین دو حکومت را تعیین نمایند.
از 36 روزنامه‌ای که در زمان فرقه دموکرات در آذربایجان منتشر می‌گشت، 15 روزنامه به ترکی و یا ترکی فارسی بودند. Şimdi sizin boynunuza büyük vazife durur. O aldığınız toprakları saklamak ve aldığınız azadlıktan müdafiye etmek. Şimdi bütün İran kentlileri, Azerbaycan kentlilerinin aldığı topraktan ilham alıp ayağa kalkmış, teken yemiştir. Mülteciler bu hareketten gazeplenir ve o azadlığı boğma üstünde İran'da büyük mübarize başlamıştır. Azerbaycan kentlisi bu mübarizenin pişahengi olup kabağda gideni olacak. Yaşasın Azerbaycan kendisinin azadlık yolunda apardığı mübarizde. تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان خوشایند دولت مرکزی نبود و از آن بیم داشت که مبارزه با استبداد که از آذربایجان جوانه زده و در حال رشد بود به مناطق دیگر سرایت کند. از آن رو از همه توان خود استفاده کرد تا آن را در نطفه خفه نماید. دولت‌های وقت یکی بعد از دیگری نمایندگانی را به تبریز فرستادند که همراه با تهدید با سران فرقه گفتگو کنند و در نهایت نوبت به احمد قوام سیاستمدار کهنه‌کار رسید. در این میان فرقه با عملکرد و فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و عمرانی خود جایگاه ویژه‌ای در بین مردم پیدا کرده بود که تهران را بیشتر نگران می‌کرد. قوام از در آشتی که بعدها مشخص شد حیله‌ای بیش نبود وارد شد و نماینده خود مظفر فیروز را به تبریز فرستاد. فیروز در تبریز موافقتنامه‌ای در 15 ماده تنظیم کرد که مورد قبول فرقه قرار گرفت و برخی از اقدامات فرقه مانند تدریس زبان ترکی در مدارس ابتدایی، اصلاحات ارضی و تشکیل نهادهای مدنی را به رسمیت شناخت. همسو با آن فعالیت انجمنهای ایالتی هم بر اساس قانون اساسی آزاد و قانونی اعلام شد و وزرای حکومت ملی آذربایجان هم در رأس ادارات مربوطه قرار گرفتند. گروه های فدایی در ژاندارمری که نام آن به نگهبانی تغییر کرده بود ادغام شد و فرماندهی نیروهای مسلح با صلاح دید و مشورت انجمن ولایتی تعیین می شد. دولت مرکزی سلام الله جاوید را به عنوان استاندار و میرزا علی شبستری را در ریاست انجمن ایالتی به رسمیت شناخت. حکومت مرکزی برای سرکوب و نابودی نهضت آذربایجان دو لشکر مسلح به سلاح‌های سنگین از دو محور به سوی آذربایجان روانه کرد. در همان روزهای نخست نفرات زیادی تیرباران، حلق‌آویز و یا مثله شدند. گاهی گوش و دماغ روستاییان را بریده و لخت و عریان از روستا بیرون می‌کردند. جرم آنان تنها حمایت و یا طرفداری از عملکرد فرقه بود. در روز 22 آذر ماه سرتیپ هاشمی که فرماندهی نیروهای اعزامی از تهران را به عهده داشت با اعلام حکومت نظامی موافقتنامه دولت قوام را با حکومت ملی آذربایجان ملغا اعلام کرد. با حمله به آذربایجان و سرکوب نهضت 21 آذر هزاران نفر کشته، مخفی، فراری و یا مجبور به ترک زادگاه خود شدند. در اولین فرصت در روز 26 آذر ماه جشن کتاب سوزان در مدارس و میادین شهر و روستا آغاز شد. هزاران جلد کتاب درسی، ادبی و علمی که به ترکی چاپ شده بودند نابود شدند. ویلیام داگلاس، حقوقدان آمریکایی که در آن سالها از منطقه دیدن می‌کند، مشاهدات خود را در بخشی از کتاب خود به نام سرزمین‌های شگفت‌انگیز با مردمی مهربان اینگونه بر زبان می‌آورد: من با توجه به نوشته روزنامه‌های منتشره فکر می‌کردم پیشوری انسانی بیکفایت بوده، ولی بعد از مطالعات و گفتگو با مردم دریافتم که انسانی موشکاف و با برنامه بوده و هنوز هم مورد پشتیبانی مردم است. برخی فکر می‌کردند که پیشوری مدل شوروی را در نظر داشته، ولی به نظر می‌رسد که خواهان نوعی رفرم و پیشرفت اجتماعی بوده است. روستاییان از وی پشتیبانی می‌کردند. ارتش با نعره و فریاد وارد آذربایجان شده، غارت و بیرحمی کرده و زخم‌های وحشتناکی به جا گذاشته است. فکر می‌کنم اگر روزی در آذربایجان انتخابات آزاد باشد، پیشوری با 90% آرای مردم به قدرت می‌رسد. با سرکوب فرقه دموکرات آذربایجان ضربه سنگین و سهمگینی
به روند دموکراسی در کشور وارد شد. بار دیگر استبداد با تقویت و سازماندهی خود قدرت مرکزی و نظامیش را افزایش داد. احزاب سیاسی و مترقی را یکی بعد از دیگری نابود کرد. سرکوب فرقه و نهضت دموکرات آذربایجان تنها سرکوب یک جنبش محلی نبود، بلکه زمینه‌ساز یک استبداد طولانی و پایدار در گستره ایران بود که همچنان ادامه یافت. در پی فروپاشی فرقه دموکرات آذربایجان، پیشوری به همراه جمع زیادی از یارانش به آذربایجان شوروی رفت. پیشوری در باکو فعالیت‌های خود را ادامه داد و رادیو و روزنامه آذربایجان را راه اندازی نمود و به کمک سران فرقه دو اردوگاه را در حاجیکند و شهر شکی سازماندهی کرد و تقریباً 400 نفر از فداییان را گرد آورد. پیشوری در 19 تیر 1326 از باکو برای سرکشی به اردوگاه‌ها به راه افتاده، ابتدا به اردوگاه حاجیکند نزدیک گنجه رسیده با افراد اردوگاه دیدار می‌نماید و فردای آن روز ساعت 6 صبح به اتفاق دو نفر از گنجه به طرف یولاخ به راه می‌افتند. در ساعت 7 صبح ماشین به نرده یکی از پل‌های جاده برخورد می‌کند و پیشوری مجروح می‌گردد. پیکر مجروح او را دو ساعت بعد به بیمارستان مرکزی یولاخ می‌رسانند. طبق گفته شاهدان، علی‌رغم اینکه خون زیادی از او رفته بوده، اما هنوز بیهوش نبوده و صحبت می‌کرده است. به هیچ کدام از جراحانی که از گنجه یا قره‌باغ آمده بودند اجازه معالجه داده نمی‌شود تا جراحانی از باکو برسند. جراحان باکو بعد از 5 الی 6 ساعت به بیمارستان رسیدند. بندکی نگذشته خبر مرگ او را ابتدا به برادرش میر خلیل که خود پزشک بود و در کنار اتاق جراحی ایستاده بود دادند. سپس نهادهای رسمی دولت را در جریان گذاشتند. پیشوری بر اثر خونریزی زیاد در ساعت 17 روز 20 تیر 1326 در 55 سالگی چشم از جهان فرو می‌بندد.